ادامه برنامه هست بخش سرخط برنامه بامداد امروز در بخش سرخط پیرامون موضوعی صحبت می کنیم که توزیع جواز رانندگی طبق قانون ترافیک جاده صحبت می کنیم اگر شما سوالی دارین می تونین سوالات تانه با ما شریک بسازین و اینجا با ما سمونیار عبدالودود خیرخواه هستند معاون مسلکی مدیریت تعلیم و تربیت ترافیک کابل و استاد در قمندانی تحصیلات عالی رهبری پلیس با ما هستند آقای خیرخوا سلام صبحتان به خیر خوش آمدید صبح شما به خیر سلامت باشیم میخوایم که نخستین پرسش از اینجا مطرح بکنیم جناب خیرخوا صاحب که از تاثیرات مثبت توزیع جواز رانندگی میشه صحبت بکنیم در قانون ترافیک خب بسم الله الرحمن الرحیم و کلام به نام ذات تقدس الهی عرض سلام ادب دارم خدمت شما میلیون ها بیننده تلویزیون شما خاصتا برنامه بامداد خوش قبل از اینکه ارا به سوال شما جواب را بکنم لازم میدونم یک مسئله فقیر در این مورد با. تذکر بدم یک موضوع پیقی که در قالب یک مسئله است و ای تماما علما دانشمندان مذاهب اسلامی به به عقیده هستند و هم نظر هستند و اون مسئله فقیه است که اونا میگوین که در وجود انسان یک توته گوشت است که اگر این گوشت پاک باشه سالم باشه شفاف باشه و سیقل شده باشه ای راکردا عملکردا عمل فعالیت ها همو انسانی که صاحب از او است کاملا در پروسه پیشبرد روند زندگی در قسمت استمرار حیات خیش همیشه عملکردهای مثبت داره همیشه هر راکرد مثبت است و اگر و برعکس همو توته گوشت کثیب شوه همو توته گوشت داغدار شوه و تمام فعالیتها برعکس میشه مم همی ام موضوع را وقف میتهم بر توزیح جواز رانندگی ما در تمام ادارات ترافیکی در ساختار تشکیلاتی تمام ادارات تر... مدیریت های ترافیک ادارات ترافیک کشور همین مدیریت های ترافیک یک سیستم زنجیره‌ای در نظام ترافیکی کشور تشکیل می‌دهد. یک آدرس است به نام شعبه توزیع جواز رانندگی که نمی توزیع شعبه جواز رانندگی قلب همین مدیریت های تشکیل می‌دهد، و قلب این مدیریت ترافیک اینا مسوب میشن بنان اگر آمر جواز رانندگی هر مدیت ترافیک در چهار ها آمرش و دستاندرکارایش مسئولینش کسایی که دوجه مسئولیت وظیفه ای دارن اینا در راستای توضیح جواز رانندگی طبق قانون در پرتب قانون اجراعات اصولی مسئولانه داشته باشن آگاهانه داشته باشن مهم آگاهانه داشته باشن مثلا در زمانی که در پذیرش متقاضیان جواز رانندگی با در نظر داشت میکانیزم های اساسی تیبی در آموزش آموزه های مقررات قواعد مقررات ترافیکی در وقتی که متقاضی شامل کورس کوس جواز, جواز رانندگی میشه در عقد امتحان جواز رانندگی در بعد از سپردن امتحان کوس نظری و عملی اینا اگر تمام عمل کرداشن سهی سالم با مسئولیت در پرتاب قانون باشه به امگان ما یک از یک مدیریت ترافیکی سالم در او شهر برخوردار می باشیم دو جامعه برخوردار می باشیم و گراف آدسات ترافیکی کاهش می و تعمین امن نظم ترافیکی و استقرار جریان سالم ترافیک در بالای جاده آمه روز میشه خب میریم به طرف سال بعدی و سال بعدی توری هست در رابطه با بخش آموزش نظری بله. کدام نکات در نظر گرفته شود در قانون ترافیک خب قبلا عرض کردم که در رابطه با توضیح جواز رانندگی بله. قانون در افرادی که تقریبا 36 سال قبل او مقننین و حقوقدانایی که قانون ترافیک جاده را تراحی کردن تدوین کردن و بم... تا حال این قانون ترافیک با قوت خود باقی است و با وقت در راستای طرح مقرره جواز رانندگی خیلی بادرهایت خیلی مسئولانه اونا کار کردن و مواد را شامل امی مقرره ساختن که هر مواد از او اگر عملی شود بیامگان در راستای تامین امن نظم ترافیتی میشه یک دو بله شما ذکر میکنم بسیار از ممیدت خاص خود برخوردار است و او در ماده سی و هفت امی مقرره تذکر به عمل آمده کسایی که شامل آموزه های قواعد مقررات ترافیکی شامل کورس جواز رانندگی میشه در مدیریت های ترافیک اینا باید به صورت اساسی مقررات سیر حرکت در بالای جاده عام آموزش ببینن اینا به اشارات دستی پلیس ترافیک با اشارات سیگنال های ترافیکی به علامه،, علامه علامه ها تا تراپیکی آشنا و علامه تا ترافیکی اینا این آشنایی کامل داشته باشند اینا بر کردایی که بعد از اتفاق ترافیکی تراپیکی با کدام را راکردها متوسل شوند کدام راه عملا را به کار ببرند اینا با آشنایی داشته باشند و هر کدام ازی نظر به کاتگوری جواز رانندگی که با کدام کاتگوری جواز رانندگی خود عکس میکنه در مو واسطه نقلی که جواز رانندگی عکس میکنه باید به خواص تکنیکی از او باید به خصوصیات تکنیکی از او آگاهی و آشنایی کامل داشته باشه این ای در ماده 37 مقرری جواز رانندگی قانون ترافیک جاده کاملا تسجیل شده جناب خیر خواست. آیا راننده های ما هم همکار هستند با ترافیک ما یا خیر خب راننده های ما تقریبا من نمیگم که تمام راننده های ما با قانون ترافیکی جاده سرک پیچی میکنن و مقررات ترافیکی رو مراد نمیکنند اصلا یک تعداد راننده هایی که عمدن و قزدن نمیدانم چه علت موجود است که اینا وقتی که شامل جریان ترافیک میشن مقررات ترافیکی را نقص میکنن بلد. اینا همیش طور بالا جاده سیر حرکت میکنند که برای ترافیک جریان ترافیک به خطر موجه میسازن برای ترافیک مشکلات و پرابلم خلق میکنند. و اگر همین کنترل های پلیس ترافیک در بالای جاده های شهر کابل یا ولایت کشور یا در جاده های ترانزیتی مواصلاتی وجود نداشته باشه با این گونه راننده ها با این گونه رانندگی که آری از هر نوع زوابت مقررات ترافیکی است ما آدسا ترافیکی عدیدی در داخل شهرها و بلد. در شهرها می داشته باشیم جناب خیر خواستایی یک نکتر که یک هموطن ما امیل عذاب سوال کرده دروازه این ساخته شده موانع ساخته شده در چهار گوشه امی وزیر محمد اکبر خان آیا این برای پلیس مشکل ایجاد نمی کنه برای پلیس ترافیک ما؟ خب آیا شما نظر گرفته شده بود پیرامون این خب در این زمینه ماده 39 قانون ترافیک جاده کاملا سرعت داره بب. که باید هر پلانی که در بالای جاده،, جاده های آمه از طرف هر نهاد ارگانی که طرح میشه یا پلانسازی میشه یا باید نظر اداره ترافیک در زمینه گرفته شوه پس ببینیم گرفته شو ارز دارم ار جاده از خود زمانی که ترایی میشه قبل از ایداز دو زرپت های ترافیکی کاملا سنجش میشه که به کدام زرپت ترافیکی باید جاده تحت اعمار قرار بگیره و ایداز شوه وقتی که جاده ایمار میشه ایداس میشه بعدا هر موانی که بالای از ایجاد میشه در چی از قبیل دروازه ها باشه چی گذاشتن سنگ های استنادی باشه چی سنگ سن... دیگر موانی که بالای جاده آمه از طرف هر نهادی که برای جاده آما نهاده میشه او امی زرپیت های ترافیکی جاده را کاهش میده و قابلت های عبور از او را تنزیل میده بنان گذاشتن دروازه ها در بالای جاده ها در شهر کابل طبیعتا زمانی که یک واسطه نقلیه برای دروازه مواجه میشه و خواستن او در او جاده جاده یک طرفه باشه و رای او هم جاده هم جوار نداشته باشه که دور بخوره پس به ترافیک مقابل خود حرکت بکنه طبیعتا وقتی که یک واسطه نقلیه در کنار جاده بند میخوره صدها واسطه نقلیه در عقب از او به تراکیمیت مواجه میشه بنان خود اینمی بزرگترین امین موجودیت تراکمیت وسایت نقلیه عامل راوندان عامل تراتم ترافیکی عامل بینظمی ترافیکی در باره جاده عامه میشه بله پس اید ساختی دروازه برای پلیس ترافیک ما هم مشکل ایجاد کرد طبیعتا وقتی دروازه ها از لازم ملحوظات امنیتی که ساختار خاص خود داره که با کدام ملحوظات این تحت ساختار قرار گرفته اما از لحاظ وضعیت ترافیکی وضعیت امنیتی ترافیکی با وقت یک مشکل خاص خود در راستای جریان سالم ترافیک در بالای جاده شهر کابل ایجاد میکنه بله پس میگردیم به حصل معصومی در رابطه با توزیع جواز رانندگی میخوایم صحبت بکنیم جناب خیرخواست در بخش امتحان عملی با کدام نکات در نظر گرفته باشه و مورد دیگری که باید اشاره بکنم در مورد میکانیزم های سی که در در مورد متقاضیان هست که میاد به خاطر جواز رانندگی بله. خب سوال بسیار خوب کردین در مورد اخذ امتحان عملی که توسط امو گروپ و معذب که از متقاضی جواز رانندگی کو امتحان نظری را مافقانه سپری کرده و شامل امتحان عملی میشه ماده سیونوی قانون ترافیک جاده صراحت داره در ماده سیونوی قانون ترافیک جاده در ماده چیله که قانون ترافیک جاده نو موضوع در ماده سیونو است نو موضوع هم در ماده یک که تقریبا 18 موضوع میشه باید از متقاضی جواز رانندگی توسط عیت معذب در بالای جاده آمه از او امتحان گرفته شود ببینیم که امو مقننین که این مقرره قبلا نست کردم که ترایی کردن چگونه مسئولانه کار کردن چگونه موضوعات های را گنجانیدن که آموزش از او بالا یک متقاضی جواز رانندگی و عملی ساختن از او بالای یک متقاضی جواز در بالای جاده آمه چقدر از ممیدیت خاص خود در راستای اعاده امنیت ترافیکی در بالای جاده آمه برخورداره در راستای تامین امنیت ترافیکی برخورد تاور مثال من ماده 39 را نو فقره که در ماده 39 است خدمت هموطنان عزیز ما تشریح میکنم که اینا بدانند که در قانون ترافیکشان وقتی که یک شخصی که شامل امتحان عملی میشه کدام موضوعات در بالای جاده از اونها امتحان عکس شود اول یک متقاضی وقتی که امتحان عملی را باید سپری بکنه او اول در داخل واسطه نقلی خود درست می نشینه و اشاره و اما آینه ها و عقیبی خود عیار می سازه فقری دومش از حالت توقف حرکت می کنه در راسترین قسمت جاده توقف می که توقف همه همه حیات جوری همه حیات که اغز امتحان است تحت نظر میگیره که در کدام قسمت جاده ای توقف می بعد موضوع سومش است که ای راننده در یک قسمت یک جاده که یک تقریبا یک ارتفاعی به میل 15 یا الی 20 میل داشته باشه توقف میکنه پس دوباره از می حالت حرکت میکنه بدون از اکبر عقب چهارمش ای در یک جاده بسیار کم است از این امتحان گرفته میشه در یک جاده کم بعض پنج متر که باید دور بخوره تقریبا با سه حرکت باید این جاده دور بخوره پنجمش لیوار آمدن است که ای از امتحان عملی لیوار آمدن گرفته میشه که لیوار به صورت مستقیم و لیوار به طرف چپ راست باید به صورت درست لیوار سامده بتونه ششمش توقف است در کنار جاده ها یعنی در که توقع باید بکنه که قانون ترافیک قواعد ترافیکی برش مجاز دانسته قانونه بله. که اوجا باید توقف بکنه ششم افتومش تنظیم واسطه نقلیه قبل از رسیدن به چاری با در نظر داشته ای که ای رانده دو دیگهش با... هم بسیار کوتا میشه با کدام سم دور بتر راست چپ و پی و هشتمش استفاده از آرند آرنده در موقع ضروری استفاده و دیم پول و پول چراغا در موقع ضروری و مرد نمودن اشارات علایم ترافیکی در بالا جاده آمد خیلی هم سپاس گذار هستم خیلی بخیر سلامت, سلامت, سلامت باشین خب کم کم رسیدیم به پایان برنامه فقط در پایان هم حرف همیشگی من میگم که کی میخواد که من تو ما نشویم خانه و ایران باد خداوند نگهدارتان خدا